متروید درد جدا از اینکه یکی از بهترین انحصاری های نینتندو سویچ به حساب میاد، بلکه یکی از بهترین متروید‌وینیا های چند سال اخیر. مثل همیشه یادتون نره اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، به کانال ما سابسکرایب بشین و اون زنگوله رو بزنین تا از ویدیوهای جدید مطلع بشین. با بررسی بازی همراه بشین. نوزده سال پیش بازی متروید فیوژن عرضه شد و تونست یه تجربه فوق‌العاده رو در اختیار کاربرای گیم بوی ادوانس قرار بده. از اون روز کاربرا منتظر دنباله این بازیان و با وجود معرفی اولیه درد توی سال 2005، حالا بعد از سالها شاهد عرضه یه متروید دو بعدی ساید اسکرولینگ دیگه ایم، محصولی که دنباله مستقیم بازی متروید فیوژن به حساب میاد. داستان بازی دقیقاً بعد از وقایع فیوژن آغاز میشه. به نظر میرسه موجودات بیگانه ایکس از بین نرفتن و حالا سر و کله‌شون توی سیاره ZDR پیدا شده. سیاره‌ای که ابتدا یه تیم 7 نفره از ربات‌های هوشمند و نظامی EMMI به اونجا فرستاده میشه تا این مورد رو بررسی کنه. اما همشون بنا به دلایل خاص آلوده شدن و حالا ساموس ارن جایزه بگیر تنها امید برای نابودی ایکس به حساب میاد. مشکل اینجاست که ساموس به محض ورود به سیاره ZDR متوجه اتفاقات دیگه‌ای میشه که داستان کلی متروید درد رو شکل میده. نحوه روایت داستان و جمع‌بندیش به شکلیه که هم سوال‌های مختلف و زیادی رو توی ذهنتون به وجود میاره و همین که به خوبی به همه اونها جواب میده. همچنین مهم نیست که متروید فیوژن رو بازی کردین یا نه. داستان بازی اونقدر واضح و دقیق و همه چیز رو توضیح میده که حتی با توجه به تجربه نکردن فیوژن خیلی خوب میفهمین تو بازی قبلی چه اتفاقاتی رخ داد. اکثر بازی‌های متروید‌وینیایی به این شکلن که یه نقشه وسیع و گسترده رو می‌ذارن جلوتون که شامل محیط‌های مختلفی میشه. این در حالیه که درد این کار رو به شکل متفاوتی ارائه داده و سیاره ZDR رو شامل 8 محیط مختلف کرده که هر کدومشون طراحی منحصر به فرد و خاص خودشون رو دارن. ساختار این محیط‌ها به گونه‌ای که به خوبی با المان‌های متروید‌وینیایی ادغام شده. بازیکن برای پیشروی توی خط داستان باید مدام بین محیط‌های بازی در رفت و آمد باشه و جدا از کسب ویژگی و مهارت‌های جدید، ارتقاهایی رو کسب می‌کنین که پیشروی در بازی رو براتون ساده‌تر می‌کنه. در واقع کسب ویژگی‌های جدید یه مورد داستانیه و خود بازی شما رو هدایت می‌کنه به سمت به دست آوردنشون تا بتونین بازی رو پیش ببرین. اما مرکوری استیم، استودیوی سازنده بازی، به جای طراحی درخت مهارت‌ها یا سیستم ارتقای کاراکتر، به سراغ قرار دادن ارتقاهایی در گوشه و کنار جهان بازی رفته. این ارتقاها میتونن شامل پیدا کردن افزایش دهنده نوار سلامت یا تعداد موشک‌های سلاح ساموس باشه. سیستم مبارزات بازی هم به این شکله که ساموس با سلاح مخصوصش به سمت دشمنا شلیک میکنه و همچنین یه شلیک ثانویه هم در نظر گرفته شده که در واقع پرتاب موشک. این در حالیه که تیم سازنده سیستم پری کردن هم برای مخاطب در نظر گرفته. پری کردن یکی از ویژگی‌های اصلی بازی به حساب میاد و جدا از اینکه باعث میشه لوت بهتری از کشتن دشمنا کسب کنین، توی بعضی از بازهای بازی هم کاربرد بسیار مهمی داره. پلتفرمینگ یکی دیگه از بخش‌هایی که خیلی خوب کار شده و با کسب مهارت‌های جدید پلتفرمینگ بازی هم شکل و شمایل متفاوت‌تر و کامل‌تری به خودش می‌گیره. درد به معنی ترس و وحشت و مرکوری استیم خیلی خوب از این واژه توی نسخه جدید متروید استفاده کرده. جدا از اشاره‌های داستانی و ترسی که در وجود ساموس رخنه کرده، توی گیم پلی هم شاهد تعقیب و گریزها و لحظات دلهره آوری هستیم. جایی که شما توی بخش‌های مختلفی از هر یک از محیط‌های بازی باید از دست ربات‌های EMMI فرار کنید. نوع طراحی این بخش‌ها در کنار موسیقی باعث ایجاد یه اتمسفر دلهره آور شده و مدام باید عکس‌العمل‌های سریع رو از خودتون به نمایش بذارید.
از نظر بصری متروید درد به عنوان یه بازی ساید اسکرولینگ دو بعدی تجربه بسیار خوبی را ارائه میده و طراحی بعضی از محیط‌ها حسابی چشم نوازن. همچنین این وسط میان پرده‌های سینمایی زیادی هم ساخته شده تا لذت بازی دوچندان بشه. انیمیشن‌های ساموس هم توی این بازی به معنای واقعی کلمه فوق‌العاده طراحی شده. اما اصلی ترین مشکل درد برمیگرده به مینی باس های تکراری که یه جورایی همون دشمن های شما توی بازی هن که توی ظاهری چالش برانگیزتر به دفعات مختلفی سر راتون سبز میشه. بازی از نظر فنی مشکل خاصی نداره، اما توی اندک مواردی شاهد افت فریم هستیم و خوشبختانه روی تجربه کلی بازیکن تاثیرگذار نیست. هرقدر که بازهای فرعی طراحی خوبی ندارن، بازهای اصلی فوق‌العاده و منحصر به فرد طراحی شده و حسابی شما رو به چالش میکشن. صداگذاری و موسیقی های درد هم به خوبی با حال و هوای بازی همخونی دارن و باعث ایجاد اتمسفر و حس و حال متفاوتی میشه که بازیکن به راحتی باهاش ارتباط برقرار میکنه. در آخر مهم نیست که تا حالا چند نسخه از سری متروید بازی کردین یا اصلا طرفدار این سبک هستین یا نه، متروید درد میتونه شروع فوق‌العاده‌ای براتون باشه و از طرفی یه محصول واجب برای کاربرای علاقه‌مند به بازی‌های دو بعدی و ساید اسکرولینگ متروید وینیا به حساب میاد.